بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر آلهای عزیز. آخر گفتار یک، یعنی پر از اطلاعات، دریای اطلاعات در مورد دانشمندهایی که در مورد بیوشیمی و ساختار دی ان ای آر ان ای کار کردن، مشاهدات آقای چارگاف، حالا جناب آقای واتسون و کریک، خانم فرانکلین، آقای ویلیکینز، همه رو بررسی میکنیم. بعد میایم ساختار دی ان ای رو میگیم، بعد میایم آر ان ای رو میگیم، بعد میایم اینو به شما میگیم که اینها با چه فرمتی انواع آر ان ای رو ما توی سلول میبینیم و کاربرد داره. شاید که بتونیم همه رو با هم دیگه خوب بریم جلو ببینیم تا کجا میتونیم پیش بریم. تلاش واسه کشف ساختار مولکولی دی ان ای در ابتدا تصور میشد که 4 نوع نوکلئوتید موجود در دی ان ای به نسبت های مساوی توش پخش شدن. از اینجا چی میشه؟ از جایی شروع میکنه ادامه بحث تاریخی رو که دیگه اینا فهمیدن دی ان ای عامل وراثته، ساختمانش هم نوکلئوتیده، 4 نوع هم نوکلئوتید توی دی ان ای هست: قند دیوکسیریبوز، فسفات و باز عالی آدنین، قند دیوکسیریبوز، فسفات و باز عالی تیمین، قند دیوکسیریبوز، فسفات و باز عالی سیتوزین، قند دیوکسیریبوز، فسفات و باز عالی گوانین با نسبت یکسان تو سرتاسر مولکول دی ان ای پخش شد. بر این تفکر نسبت یکسان رو آفرین که خط کشی نسبت مساوی. انتظار داشتن که مقدار 4 نوع اون باز عالیمون تو جاندارن مختلف یکی باشه دیگه. خب اما مشاهدات و تحقیقات های چارگاف روی دی ان ای های طبیعی موجودات نشون داد که آدنین با تی برابره گوانین با سیتوزین. تحقیقات بعدی هم دلیلش رو تو دانشمندهای دیگه مشخص کرد. پس یه بار دیگه کی مشخص کرد که آ با تی برابره؟ آیه چارگاف، سی با جی هم چارگاف. تحقیقات بعدی هم دلیلی برای این حرف رو مشخص کرد. خب میام اینجا، آقای چارگاف هستن تو پیریشون، این بیشتر بدانیدن بد نیست. بعضی میگن که آقا این چیه، اومدن توی ست آلدگونه های مختلف بررسی کردن که آقا انسان و مگس سرکه و ذرت میزان آ با تی تقریبا برابره، میزان سی و جی هم تقریبا با هم برابره، و آی به علاوه تی تقسیم بر جی به علاوه سی میشه 1. اینا بعد بشین که این یه مقدار اختلاف داره به خاطر خطای آزمایش. آقا این تو بیشتر بدانیده، ولی چون جلوتر میاد میگه آقا نمیدونم آ با تی پیوند هیدروژنی میده و سی با جی، باید بتونی خودت این رو استنباط بکنی از اون، پس میتونن ازش سوال بده. جلوتر در مورد پیدا شدن ساختار کلیش دو نفر رو میگه، یکی خانم روزالین فرانکلین و یکی جناب آقای ویلیکینز، که این دو بزرگوار با یک روشی به نام پراش پرتو ایکس، یعنی پرتو ایکس رو میتابونن به یک چیزی، بعد این رد میشه، تصویرش تو اون پشت میفته، با بررسی اون تصویر میگن که حالا این چه ساختمانی داشته. پرتو ایکس رو خط بکشیم، تصویر رو خط بکشیم، با بررسی این تصاویر فهمیدن که یک سری حالا اطلاعاتی وجود داره که دینا حالتش مارپیچه، بیشتر از یک رشته داره، حالا 2 رشته، 3 رشته، 4 رشته، بیشتر از یک رشته مد نظرشون بوده. البته با استفاده از این روش پرتو این عکس رو دیدن دیگه، ابعاد مولکول ها قابل تشخیصه. ببینید حالا پرتو پرتو ایکس تو اسلاید میارم، انگار که مثلا داری از رو سایه یه چیزی تشخیص میدی اون چیه. مثلا خب سخته دیگه، میتونی از رو سایه شما مثلا خیلی هنر کنی بگی که آقا این شکل کلیش چیه، مثلا درخت و سایه‌اشو نگاه بکنی مثلا شکل کلیشو میفهمی، ولی اینکه دیگه هر برگش چه شکلیه و هر ساقش چه رنگیه معلوم نیست. لذا این دو بزرگوار تهش به این نتیجه رسیدن که مولکول دی ان ای یک مارپیچه، بیشتر از 2 رشته است. ابعاد مولکول ها هم قابل تشخیص بود. تا اینکه بعد از این دو بزرگوار این دو تا داداشمون عزیزای دلمون آقایون دانشمندان واتسون و کریک یه فرقی داشتن با همه دانشمنده قبلشون. این چی نگاه کنیم، واقعا علم واسه ما درسه. این دو بزرگوار بیوشیمی بلد بودن،
یعنی شاید بگیم بیشتر از بقیه بلد بودن، مثلا پیوند بین مولکول ها رو قشنگ تونستن حس بزنن، لذا از اونجا تونستن ساختار نهایی دی ان ای رو بگن. ببین این همه دانشمند اینا چون بیشتر سواد داشتن، یه حدیثی هست که میگه العلم سلطان. ببین هر کی علمش بیشتره سلطانه. پس ببین درس بخون بری علمتو ببری بالا، و تو کنکورم میخوای موفق شی باید بیشتر بلد باشی. یعنی به هر چیزی به سطحیش بسنده نکن، بیشتر و عمیقتر و حتی بالاتر یاد بگیر. میگه واتسون و کیک با استفاده از نتایج چارگاف داده حاصل از پراش پرتو ایکس این دو نفر با استفاده از یافته های خود، گفتم یه بیوشیمی خیلی قوی بلد بودن، یک مدل مولکولی نردمان مارپیچ، همین مدل که تو اینجا میبینید و همونی هستش که به اصطلاح ما میگیم مدل امروزی دی ان ای یا مارپیچ دی ان ای، درشته دی ان ای، تونستن در سال 1962 جایزه نوبل هم بگیرن. نتایجشون با پژوهش‌هایی که حالا دستگاه‌های پیشرفته امروزی هم بود کاملا قابل موفقیت. اما نکات کلیدی که در مورد آقای واتسون و کریک هستش اینه، هر مولکول دی ان ای در حقیقت از دو رشته دی ان ای خود خط بکشی ساخته شده که به دور محور فرضی رو خط بکش پیچیده شده، ساختار مارپیچ دو رشته، هر دو رشتهش مارپیچه به وجود میاد. این مارپیچ اغلب با یک نردبان پیچ خورده مقایسه میشه، ستون‌های نردبان. آها ستون‌ها این دو تا رو میگه، قند و فسفات پله‌هاش، پیوند هیدروژنی بین واس‌های عالیش. خب پس قند فسفات پله‌ها واس‌های عالی تا اینجا اوکی. قبل میگه بین قند یک نوکلئوتید و فسفات دیگری پیوند فسفودیستره، بین واس‌های روبرو هم پیوند هیدروژنیه. بعد جلوتر میگه، میگه آ با تی، سی هم با جی، به اینو میگن بازهای مکمل. پس تو از رو این میتونی از قوانین چارگف یا چارگاف سوال هم حل بکنی. بعدم میگه آ پیوندش هیدروژنیه، بین سی و جی سه تا، بین آ و تی دو تا. نه، میگه بین سی و جی نسبت به آ و تی پیوند هیدروژنی بیشتره، نمیگه سه تا یا دو تا. حواست باشه من به تو گفتم سه تا و دو تاشو، ولی همون سه از دو بیشتره دیگه، عدد رو کتاب نگفت. بعد هم میگه مکمل بودن باز ها، نتایجش رو هم، نتایج آزمون چارگاف رو هم تایید میکنه، قرارگیری جوفازا به این صورته که آها آقا مگه همیشه یه دو حلقه جلوی یه تک حلقه قرار نمیگیره؟ مثلا نگاه کن، همیشه همیشه جی مقابل سیه دیگه، این تک حلقه است، این دو حلقه است، آ دو حلقه مقابل تیه دیگه، درسته یا نه؟ این باعث میشه همیشه قطر مولکول دی ان ای همه جا یکسان بره بالا، یه دو حلقه جلوی یک تک حلقه. پس اینو خط میکشیم که قطر مولکول در سر تا سر این یکسان باشه. وقتی دارم درس میدم حواست کجه؟ گوشت بس که نه، حواست بده به درس. خب چون در هر صورت یک باز تک حلقه‌ای در مقابل یک دو حلقه‌ای قرار میگیره، ثابت موندن قطر دی ان ای باعث، گوش کن، خط رو بکش، پایدار اطلاعات و تو فشرده شدن هم کمک میکنه. همین باعث پایداری اطلاعات و تو فشرده شدن کروموزوم هم مؤثره، کمک میکنه. خب میگه جفت شدن یه نتیجه دیگه هم داره، اینه که اگر دو ترشته یک مولکول دی ان ا یکسان نیستن، ولی شناسایی ترتیب نوکلئوتید هر کدوم میتونه مکملش هم بگه. مثلا اگه توی رشته باشه آ تی جی سی، پایینش میشه سی، باید جلوش جی بذارم، جی هم جلوش سی میذارم، تی هم جلوش آ میذارم، آ هم جلوش تی میذارم. حواست باشه توی رشته دی ان ای تو تستا بد میدن، این تیپ تستا میده، یه رشته رو میده یه رشته دیگر میخواد، توش اونایی که یو ار رو سرزر رد کن، تابلو دیوار آر ان ای. خب میگه اگرچه پیوند هیدروژنی به تنهایی انرژی پیوند کمی دارد، با نقطه چین هم نشونش میدن، خط بکش، ولی وقتی هزار تا میلیون ها میشه خیلی هم قوی میشه. دوم هیدروژنی به مولکول دی ان ای حالت پایداری بیشتری هم میده، یه قند فسفات باشه وسطش هم پیوندهای قرص و محکمی هم باشه کمک میکنه. هیدروژنی هم هر وقت نیاز باشه خیلی راحت جدا میشه و بدون نیاز به آنزیم دوباره تشکیل میشه. اوکی، باید جدا شه، همون انسازی دی ان ای، تولید آر ان ای، نیازی که این دو تا رشته از هم باد شه، در بعضی از نقاط از هم جدا میشوند و بدون اینکه پایداریش با هم بریزه وظیفه خودش رو انجام میده. دیگه صفحه بعد میره گفتار بعدی، اگه اشتباه نکنم، نه، میره مطلب بعدی در مورد آر ان ای و اینا. اجازه بدید انواع آر ان ای و اینا رو رو اسلاید بهتون بگم. بریم اسلاید. خب مشاهده تا چارگاف وسطتون آورده شده، خواستید پوز کنید نگاه بکنید. اما مشاهده اصلی ایشون، تحقیقاتش این بود که اومد توی گروه های مختلف بررسی کرد، دید آ با تی برابر سی هم
با جی نتیجه اخلاقش اینه که آ با تی، سی با جی برابره، یک دو حلقه، یک تک حلقه با هم دیگه برابری میکنن. اما حالا این جمله معروفش اینه که حالا زیست شناس سلولی مولکولی باید خیلی بی‌پروا راحت در بیوشیمی مداخله کنه و بدون هیچ اجازه‌ای توی بیوشیمی تمرین بکنه. خب دانشمندی که می‌خوایم بررسی بکنیم آقای موریس ویلکینز هستش، اکروبات زیبا، کت جنتلمن، و خانم روزالین فرانکلی. خب حالا اونایی که علاقه دارن توصیه می‌کنم برن سرنوشت ایشون رو بخونن. خب خیلی 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 جوان فوت کردن و سن خاصی هم نداشتن و حالا به دلیل فکر میکنم شاید کار کردن با پرتو ایکس بوده، نمیدونم. به هر حال زندگی نامه جالبی داشتن، توصیه میکنم به علاقه مندان که برن مطالعه بکنن. اما اینجا رو نگاه بکنید، پرراش پرتو ایکس چیه؟ نگاه کنید، ما یک سورس منبع پرتو ایکس داریم، این رد میشه از یک منفذی. شیئی که میخوام بررسی کنم به صورت حالا مولکول بلور شده اینجا قرار میگیره و این میخوره بهش و سایش میفته توی یک حالا عکسی، یک خوابی که پشت قرار داره و اون بررسی میشه که در مورد این دو بزرگوار اینطور بررسی شد که خانم روزن فرانکلین و موریس ویلکینز هر کدوم هم ظاهرا جداگونه کار میکردن، در مجموع توی یک موضوع مشترک بوده. جمع‌بندیش این شده که آقا با استفاده از پرش پرتوی ایکس که تا اونجایی که من خوندم بیشتر کارها و کارهای اصلی تر رویشون انجام داده بوده، رسیدن به این عکس که یا دو رشته است یا سه رشته است. بچه‌ها اینو می‌بینن میگن این کروموزوم، میگم نه بچه‌ها دقت کنید، این یک کریستال یا بلور دی ان ای که از پرتو ایکس که بهش تابیده شده توی این پشت توی این صفحه عکسش افتاده، لذا یا دو رشته است یا سه رشته است، فقط میدونن مارپیچه با حالا فرمول هایی که دارن تجزیه تحلیل کردن این رو. و یه جنبندی هم بود که میشه ابعاد رو هم تشخیص داد، اینم دستخط خود خانم فرانکلین هستش در کنار عکسی که گرفته شده از بلور پرتو ایکس. اما مدل آقایان واتسون و کریک که ابتدا عکس جوانیشون رو میبینیم، بعد هم عکس سن و سالداریشون، فکر میکنم یکیشون فوت کرده یکیشون در قید حیات هستش، فکر میکنم، حالا فکر میکنم دقیق یادم نیست، ایشون هنوز در قید حیات هستن. اما اتفاقی که میفته مدل واتسون و کریک به صورت مدل گویومیلی توریس کرده بودن، جایزه نوبل رو هم میگیرن. بحث ساختمان کلی دی ان ای هستش که سی و جی روبروی هم، آ و تی روبروی هم، دو تا پیوند هیدروژنی بین آ و تی و سی و جی هم سه تا پیوند هیدروژنی به صورت نردبان مارپیچ که حول یک محور فرضی پیچو تاب خورده. اما قوانین جفت شدن واسه توی دی ان ای رو بررسی میکنیم که همواره آ مقابل تی، سی مقابل جی قرار میگیرن، از شکل سه‌بعدی مکملن، قطرش در سر تا سر دی ان ای یکیه، تعداد آ با تی برابر سی با جی برابر، بین آ و تی دو تا پیوند هیدروژنی، بین سی و جی سه تا، لذا پیوند بین سی و جی پایدارتر از پیوند بین آ و تی هستش، گرچه پیوند هیدروژنی هر یه دونش قدرتش کمه، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. یه دست صدا نداره، یه صدا داره، دیدی رو مسئله خراب کردم. خب حالا به طور کلی مثال اینی که اگر هزاران میلیون ها از این پیوند هیدروژن کنار هم قرار بگیره بسیار قوی میشه. این یکسان شدن قطر یا اینکه حالا رابطه مکملی هم کمک میکنه به اینکه کروموزوم میخواد فشرده بشه، هم باعث ایجاد پایداری توی مولکول دی ان ای بشه، بعضی وقتا هم که نیاز باشه میتونه به راحتی از همدیگه باز بشه. جفت شدنشون اصل چهار گرفت توجیه میکنه، میتونیم رشته مکمل رو حدس بزنیم. اگر تی سی جی ای ای سی جی سی تی اینجا باشه مکملش مهم بگید، تی جلوش آ، سی جلوش جیه، جی جلوش سیه، آ جلوش تیه، تیه جیه و آ هستش. خب که بهتون گفتم. اما موافق باشید بریم سراغ انواع آر ان ای ها. دی ان ای ها خب دو رشته ای بود، میخوایم انواع آر ان ای ها رو با هم دیگه بررسی کنیم. اما آر ان ای یک پولینوکلئوتید رشته ای از دی ان ای ساخته میشه. چی شد؟ این یه رشته است، اون دو رشته است، دی ان ای دو رشته است، آر ان ای یه رشته است. کارش چیه؟ کارهای مختلفی داره بر اساس نوع آر ان ای. ام آر ان ای، مسنجر آر ان ای یا آر ان ای پیک، کارش اینه آقا از روی دی ان ای
RNA تولید میشه توسط یک آنزیم به نام RNA پلیمراز یا رنابسپراز، یه همچین چیزی. خب بعد این mRNA تولید میشه. خب بعد این mRNA میاد ریبوزوم ها، این کجا هسته است؟ ببینید DNA تو هسته است، تو یوکاریوت ها RNA روش ساخته میشه. بعد این RNA یک همون mRNA، چرا؟ چون میاد توی سیتوپلاست، ریبوزوم میاد کدهای روی این رو میخونه، بر اساس این کدها پروتئین میسازه، رشته پلیپپتید میسازه. پس این کارش چیه؟ کارش اینه که اطلاعات ساختن پروتئین که توی دی ان ای وجود داره رو سلول نمیتونه به راحتی از دست بده. ببینید دی ان ای هسته بیاد بیرون ممکن آسیب ببینه، سلول کلا فاتحش خونده بشه تمام. به خاطر همین دی ان ای رو نگه میدارن، یه نسخه روی ژن هاش کپی میکنن، یه نسخه روی اطلاعاتش کپی میکنن، اون نسخه کپی شده رو میدن به ریبوزوم توی سیتوپلاست، میگن آقا روی این برای ما پروتئین بساز. اون نسخه کپی شده که قرار عروش پروتئین ساخته بشه اسمش از mRNA. خب توی فرایند تولید پروتئین ما یک مرحله ای داریم. ابتدا میگن آقا یک mRNA باید بسازی یا مسنجر RNA بسازی. در کجا؟ در هسته. به عمل تولید RNA از روی اطلاعات DNA میگن رونویسی. حالا این mRNA اگر بیاد توی سیتوپلاسم ریبوزوم اطلاعاتشو بخونه بر اساس اطلاعاتش پروتئین بسازه، به این عمل میگن ترجمه. میگیم در عمل ترجمه فقط mRNA دخیل نیست. دقت کنید ما دو نوع RNA دیگه میخونیم. چی و چی؟ یکی rRNA یا ریبوزوم RNA، یکی tRNA یا ترانسپورت RNA. این چی کار میکنن این دوتا؟ دقت کنید این tRNA رو نگاه کنید. tRNA جلوتر میخونیم این سه فرم رو داره که حالا فرم نهاییش به این صورته. این میاد این کار میکنه. من به اصطلاح خودمون بهش میگم حامل آمینو اسید. ما حالا بهش میگیم مثلا اسنپ آمینو اسید. این توی سلول آمینو اسید ها رو برای ریبوزوم میاره، یعنی ریبوزوم داره کد ها رو میخونه، کد اول میخونه، داد میزنه یه آمینو اسید سیستئین tRNA براش میاره، کد دوم میخونه یه آمینو اسید آرژنین میاره. به اصطلاح خودم داد میزنه بچه یا آمینو اسید ورد بیار tRNA. جشوسته اومدم این tRNA آمینو اسید رو تحویل میده. پس حامل انرژی چیه؟ حامل میگه انرژی، حامل آمینو اسید کیه؟ tRNA. خب بعدش چی آقا؟ پس این حامل آمینو اسیده میاره میده به ریبوزوم برای چه عملی؟ ترجمه. این هم حالا فخمش که آمینو اسید بهش متصل میشه و میده جلو کاری نتیجه. حالا این کیه؟ این ریبوزومه، زیرواحد بزرگ زیرواحد کوچیک. تو چی داره؟ پروتئین داره. هر ریبوزوم یه پروتئین داره، هم نوع آر ان ای خاص که بهش میگن آر ار ان ای. اینو شما ساختار ریبوزوم هم این شکلی بچه‌ها، سه تا جایگاه داره، ای و پی و آ، که شکل سه بعدیش هم این شکلی هستش که قرار میگیره روی ام ار ان ای کد ها رو میخونه و چه و چه و چه. خب حالا توی آ آمینو اسید با تی ار ان ای میاد، توی پی پیوند پلیپپتیدی در حال تشکیل شدنه و این هم محل خروجش اکزیته که حالا الان توی این تصویر میتونید ببینید که به چه صورتی قرار میگیره که tRNA ها اینجا قرار میگیرن، این آمینو اسید رو میاره، این شکسته میشه میچسبه به این و ریبوزوم حرکت میکنه دیگه میاد جلو. خب که توی این شکلم باز قشنگ مشخص شده که روی DNA یه کپی میشه اطلاعات میشه RNA. اگر اون RNA باشه که قرار روش پروتئین ساخته بشه اسمش از mRNA. از منافذ هسته میاد بیرون، ریبوزوم توی سیتوپلاست بهش میچسبه، آمینو اسیدها رو tRNA براش میاره، اما rRNA درون خود ریبوزوم بین این آمینو اسیدها پیوند پپتیدی برقرار میکنه. من به اصطلاح میگم جوشکار اون توه، یعنی این دونه دونه گویی ها رو بهش میدن، این تو جوش میده. گرفتید شد؟ پس mRNA پیک اطلاعات از دی ان ای میاره برای ریبوزوم، ریبوزوم میخونه آقا این کد فلان آمینو اسید، تی ار ان ای براش آمینو اسید میاره، آر ان ای بین آمینو اسید ها پیوند پپتیدی ایجاد میکنه. پس علاوه بر نقش های فوق، عذرخواهی میکنم خیلی رفتیم جلو، علاوه بر نقش های فوق برای آر ان ای ها، نقش های آنزیمی و دخالت در تنظیم بیان ژن نیست. مت آقا تنظیم بیان ژن چیه؟ ژن چیه اصلا که تنظیم بیان ژن چی باشه؟ اینجا رو ببین، این ژن میگیم آقا قطعاتی از دی ان ای
حاوی اطلاعات ژنتیکی هستن، مابقیش حاوی اطلاعات ژنتیکی نیستن. یعنی مابقی اطلاعات تتوش نمیشه پروتئین ساخت. آقا این قطار رو میبینی؟ بله. همه قطار که قابلیت سوار شدن مسافر نداره، یه جاهایش فقط نقش اتصال واگن ها رو داره. میگیم به اون قسمت هایی از قطار ما که توش میشه آدم بشینه میگن واگن. توی دی ان ای هم همینه، به اون قسمت هایش که حاوی اطلاعات ژنتیکی عروش پروتئین ساخته میشه میگن ژن. ما بقیش میشه چی؟ غیر از ژن، یعنی اطلاعات ژنتیکی نداره. بعد این توسط پروتئین های مهمی از جمله هیستون فشرده میشه و به مرور پیچ و تاب بیشتر و بیشتر و بیشتر تا آخرش میشه چی آقا؟ کروموزوم. خب ژن بخشی از مولکول دی ان ای است که میتونه بیان آن به تولید رنا یا پلی پپتید بیانجامد. یه تعریف من گفتم، ژن بخشی از مولکول دی ان ای که حاوی اطلاعات ژنتیکی، آنچه باعث تفاوت بین ژن های مختلف میشود توالی متفاوت نوکلئوتید های اون هستش که باز توی این شکل هم داریم میبینیم که آقا توی جلوتر یه چیزی میخونیم، میگیم آقا ژن یه بخشاییش اون اطلاعاتی که ما میخوایم رو داره، یه بخشاییش هم نداره. وقتی یه مRNA تولید میشه، خب نمیشه رنای اولیه، قطعات اگزون و اینترون هست ژن از هر دو رونویسی میشه و یک RNA تولید میشه، به اصطلاح بهش میگن رونوشت اگزون، رونوشت اینترون. حالا بعد دقت بکنید یه اتفاقی میفته، یه جاهایی رو بهش گفته بیانه، یه جاهایی رو بهش گفته فارسی میانه. بیانه اونیه که قرار بیان بشه، یعنی حاوی اطلاعات. میانه اونیه که قرار بریده بشه، یعنی بین دو تا بیانه قرار دارد. توی انگلیسی میگه اون قسمتی که قرار خارج بشه از هسته میشه اگزون، اگزیت میشه. اونی که قرار حذف بشه اش میگن اینترون، بین دو تا اگزونه. حالا این اگزون ها هست توی مRNA اولیه، قبل از اینکه بخواد هسته خارج بشه رونوشت قطعات میانه یا اینترون حذف میشه، RNA کوچیکتر میشه، بهش میگن RNA بالغ. پس ما یه بحثی هم داریم به نام بلوغ RNA. مثلا همونطور که شما بالغ شدی نماز روزه بهت واجب شد، اینم بالغ میشه، نماز روزه بهش واجب میشه. یعنی قطعات میانه که حذف میشه بیانه ها میچسبه به هم. خب آقا چجوری اینو باید حذف بشه؟ خب خیلی واضحه، پیوند فسفودی استر اینجا شکسته میشه. چجوری قراره با هم بچسبه؟ خب پیوند فسفودی استر وصل میشه. میگه هر یه دونه میانه یا اینترون رو میخوام حذف بکنم، دو تا باید بشکونم یه دونه بچسبونم. حالا یاد گرفتی اینو؟ توی بحث ژن صحبت بسیاره، بسیار آقا بسیار. برو انواع کتاب‌های ژنتیکی رو بخون. این دانشمندا بررسی کردن، تحقیقات مختلف. تا آخرش یک دانشمند ایرانی یکی از بزرگترین اکتشافات رو در مورد ژن‌های دنیا داشت که بالحق حقش بود بهش نوبل رو بدن، و اون کشف نظریه ژن برتر بود که ژن‌ها دو دستن. یکیش ژن آغاز، اون آقایی که این رو کشف کرده، و بقیه هم که اصلا مهم نیستن. لذا از خدا می‌خوایم که ژن‌های ما رو جزو ژن‌های برتر قرار بدهد. آمین یا رب العالمین. آقا اون قسمت‌هایی که درس دادیم رو می‌خوایم روی کتاب بخونیم و خط بکشیم. میگه آقا انواع آرنه چی؟ امارنه، تیارنه و آرارنه رو میگه. امارنه رنای پک، اطلاعات رو از دی ان ای به ریبوزوم میرساند. یعنی قشنگ یک دایره المعارف میخوای که اینو برگردون کنی بفهمی چی داره میگه. از دنا به رناتن میرساند، رناتن با استفاده از اطلاعات رنای پیک پروتئین ها رو میسازد که تو فصل بعد رنای ناقل یا تی آر ان ای ترانسپورت آر ان ای آمینو اسید ها رو برای استفاده از پروتئین میاره به رنای رناتنی، که میگه در ساختار رناتن ها علاوه بر پروتئین رنای رناتنی نیز نقش دارد. خب رنای رناتنی چیه بچه ها؟ آر ان ای که میگه تو ریبوزوم علاوه بر پروتئین آر ان ای هم هست. اینو بگید مثلا بهت میگن چند نوع مونومر تو ریبوزوم داریم، میگه آقا خب 4 نوع که واسه آر ان ای شه، 20 نوع واسه آمینو اسید چه میشه 24 نوع. اوکی خب جلوتر میگه ژن چیست؟ میگه که تو این گفتار با ساختار دی ان ای آشنا شدی، طبق آزمایشی برای همکارانش اطلاعات وراثتی تو دی ان ای قرار دادن نسل نسل منتقل شده. میگه این اطلاعات در واحدهای به نام ژن سازماندهی شد، پس چی شد؟
اطلاعات وراثتی در ژن هاست. خط میکشی، ژن بخشی از مولکول دی ان ای که میتونی عروش آر ان ای و پلی پپتید بسازی. اینم از این. و جلوتر هم میگیم که آر ان ای چگونه در سرانم های دی ان ای رو اجرا میکنه که توی فصل ترجمه بود من بهتون گفتم یه بخشش. اما میگه نوکلئوتید علاوه بر دار ساختار دی ان ای تو ناقل های انرژی هم هستن، مثل ATP که من بهتون گفتم که چیز خاص دیگه نداره این قسمت که بخوایم خط بکشیم. که اینجا دیگه میره گفتار دو. امیدوارم که این گفتار رو به خوبی یاد بگیرید، تستاشو حل بکنید و ان شاء الله که تونسته باشید آموزش این بخش رو کامل کنید.